چرا یک موضوعی کاملا متضاد خواسته همون رو به دست میاریم؟ چرا اگر که یک چیز رو میخوایم نه تنها اون هدف و اون خواسته ها رو به دست نمیاریم بلکه یک چیزی کاملا متفاوت با خواسته اصلی رو به دست میاریم اگر پول بیشتری میخوایم یک اتفاقی میفته که مجبور میشیم اون یک مقدار اندازی رو هم که داشتیم خرج بکنیم اگر شغل بهتری میخوایم یک اتفاقی میافته و از کاری که الان داریم انجام میدیم و خیلی هم ازش راضی نیستیم اخراج میشیم چرا گاهی اوقات نه تنها خواسته هامون رو به دست نمیاریم بلکه شرایط دشوارتر میشه و متضاد اونها رو به دست میاریم یکی از سوالات پرتکرار خیلیاتون هست و فکر میکنم این ویدیو یکی از کاملترین ویدیوهایی هست که کمکتون میکنه این موضوع رو درک بکنید که چرا متضاد ده خواستهاتون رو به دست میارید ابتدای ویدیو قرار هست بهتون توضیح بدم که چرا این اتفاق میفته و خیلی مهمه که حتما بهش گوش بدید و حتی چند بار گوش بدید برای اینکه اطلاعات خیلی زیادی رو قراره بشنوید و بهتون کمک میکنه که اگر توی زندگیتون این تضادها دارن اتفاق میفتن یاد بگیرید که چطوری تشخیصشون بدید و چطوری تفکیکشون بکنید چون به محض اینکه تفکیک کردنشون رو از هم یاد بگیرید و مشکل یابی بکنید که من دارم چیکار میکنم که این اتفاق میفته خیلی راحت میتونید حلش بکنید و در انتهای این ویدیو با هم دیگه قراره یک نتیجه گیری بکنیم و بهتون چند تا مرحله میگم که هر وقت این اتفاق افتاد بدونید الان توی کدوم مرحله هستید و چطوری میتونید پیش برید و این موضوع رو حل بکنید تا اینجا اگر به من گوش دادید یادتون نره که ویدیو رو حتما لایک کنید شاید خیلیاتون تجربه کردید که گاهی یک چیزی رو خواستید هدفی داشتید نه تنها هدف رو به دست نیاوردید بلکه یک راهی کاملا متفاوت با اون هدف و اون خواسته جلوی راهتون قرار گرفته که به ظاهر به شما آسیب زده ناراحتتون کرده و خیلی متفاوت بوده با اون چیزی که خواستید چرا این اتفاق میفته و زمانی که این اتفاق میفته ما چطوری میتونیم خودمون رو توی یک وایب خوب حالا هوای خوبی نگه داریم همین اول ویدیو میخوام بهتون بگم من خیلی زیاد توی زندگیم این موضوع رو تجربه کردم به خصوص قبل از اینکه بدونم چه اتفاقی داره میفته و شاید خیلی از شماهایی که این ویدیو رو میبینید هم همین موضوع رو تجربه کردید مهمترین مسئله ماها وقتی که این اتفاق میفته این هستش که بتونیم وای به خودمون رو حال و هوامون رو خوب نگه داریم یا به قولی ارتعاشمون رو خوب نگه داریم و در کنار اون همچنان به آینده امیدوار باشیم اینکه اگر یک بار تضادی رو تو زندگیم دیدم به معنای انتهای راه زندگی من نیست و بتونم ادامه بدم حالا نکته اصلی اینجاست که اصلا ما چرا تضاد توی زندگیمون میبینیم چه اتفاقی میافته؟ برای اینکه بهتون جواب مناسبی بدم برای این سوال میخوام بهتون بگم باید بدونیم که ذهن ما از دو تا بخش خداگاه و ناخداگاه تشکیل شده و هر اون چیزی که الان توی این لحظه هر جای دنیا که هستید توی زندگیتون دارید دارید تجربهش میکنید همه اونها از برنامه ریزی هایی میاد که از قبل توی زمیر ناخداگاه شما قرار گرفته حالا شاید از من بپرسید برنامه های زمیر ناخداگاه چی هستن که دارن الان در زمان حال روی زندگی من انقدر تاثیر میذارن و همه چیز رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن افکار ما احساسات ما، باورهای ما، اعتقادات ما همه با هم دیگه یک پکیجی رو تشکیل میدن که بهش میگیم برنامه های زمیر ناخداگاهمون حالا میخوام اینجوری تصورش بکنید که پشت کامپیوترتون نشستید و روی یک فایلی کلیک کردید این فایل فایل بازیه دو بار روش کلیک میکنید، بازش میکنید و میتونید بازی کنید خیلی خیلیاتون خبر ندارید که یک برنامه نویسی ساعت ها نشسته و کدهای مختلفی رو کنار همدیگه گذاشته و برنامه نویسی کرده برای فایلی که شما روش دو تا کلیک میکنید و بازش میکنید شما بازی رو میبینید ولی کدهایی که پشت این برنامه نوشته شده که شما بتونید این فایل رو باز کنید رو نمیبینید و دقیقا همین مثال بهترین مثال زمیر خداگاه و ناخداگاه هست زمیر خداگاه ما اون چیزی هستش که ما باهاش میتونیم فکر بکنیم میتونیم کارهای مختلفی رو انجام بدیم میتونیم یاد بگیریم و هر اون چیزی که پس پرده زندگی ما رفتارهای ما و نشهای ما هست رو بهش میگیم ضمیر ناخداگاه و فقط به خاطر اینکه ما ازش خبر نداریم و نمیدونیم همچین چیزی همچین جایی هست و این برنامه ها درش قرار دارن به این منظور نیست که این برنامه ها اصلا توی ذهن ما وجود ندارن فکر بکنید که روی گوشیتون چند تا برنامه پشت سر هم باز کردید تا تک تکش رو نبندید ممکنه یک دفعه 20 تا برنامه پشت سر هم روی گوشی شما باز بشه و همزمان در حال پلی شدن باشه ولی شما ازشون خبر ندارید پس دقیقا همینه توی ذهن ناخودآگاه شما هزاران برنامه هزاران فکر هزاران باور در حال پلی شدن و انجام شدنه ولی شما ازش خبر ندارید و تا زمانی که نتونید اونها را دونه دونه شناسایی بکنید و به بندینشون اونها همیشه اونجا وجود دارن و همیشه زندگی شما را تحت تاثیر خودشون قرار میدن پس هر اون چیزی که ما به صورت اتوپایلت انجام میدیم به صورت خودکار انجام میدیم بعد از یکی دو بار آگاهانه انجام دادن میشه برنامه های زمیر ناخداگاه ما خیلی تو این رو تجربه کردید که صبح خونه رو ترک کردید به سمت محل کارتون بدون اینکه توجه بکنید به مسیری که رفتید این مسیر طی شده شما رانندگی کردید و به محل کارتون رسیدید و همزمان که رانندگی می کردید داشتید به موضوعی که دیشب اتفاق افتاده فکر می کردید پس این هست معنی اوتوپایلت معنی کارهایی که ما به صورت خودکار انجام میدیم فقط به خاطر اینکه ذهن ناخودآگاه ما باهاشون آشنا هستن و هر زمانی که ذهن ناخودآگاه شما برای شما کاری رو انجام میده همون زمانی هستش که میخواد فضا رو برای ذهن خودآگاه شما باز بکنه که بتونه فکر بکنه بتونه یاد بگیره بتونه تصمیم بگیره پس ذهن ناخداگاه شما میخواد به ذهن خداگاهتون کمک بکنه که فضای بیشتری داشته باشه که بتونه کارهایی که مهمتر هستن رو به درستی انجام بده و وقتی یک چیزی به عنوان یک برنامه در زمیر ناخداگاهتون قرار میگیره این برنامه بارها و بارها توی زندگیتون تکرار میشه اون اتفاق بارها و بارها تکرار میشه تا واقعا جایی برای خودش تو زمیر ناخداگاهتون پیدا بکنه پس گاهی اوقات وقتی یه الگوهایی رو میبینید که بارها و بارها تکرار شده برای این هستش که این برنامه وارد زمیر ناخداگاهتون شده و داره تکرار میکنه خودش رو تا به صورت یک برنامه اتوپایلت و خودکار توی زمیر ناخداگاهتون در بیاد ولی این موضوع همیشه خوب نیست برای اینکه خیلی وقتها شما یک اتفاقی رو میبینید که توی زندگیتون داره تکرار میشه و نمیخواین اون اتفاق بارها و بارها تکرار بشه میخواین جلوش رو بگیرید پس اگر یک چیزی رو میخواین متضاد زندگی الانتون اولین کاری که انجام میدید این هستش که برای مثال تصویرسازی میکنید که یک چیز بهتر رو دارید مینویسید تجسم میکنید هر اون چیزی که برای شما کار میکنه رو انجام میدید تا بتونید از شر اون موضوعی که داره اتفاق میفته و شما دوستش ندارید خلاص بشید و مهمترین نکته اینجاست هر زمانی که دارید یک کاری رو انجام میدید که متضاد کارهای قبلی هست ذهن خداگاه شما میاد دستوری میفرسته به ذهن ناخداگاه شما که این برنامه قبلی رو پاک بکن برای اینکه این آدم از این برنامه خوشش نمیاد و میخواد ازش خلاص بشه پس پاکش بکنون الگوی تکراری قبلی رو این دقیقا زمانی هستش که شما توی یک رابطه عاطفی هستید برای مثال و خیانت میبینید و میایین برای خودتون تصویر تصویرسازی میکنید که من توی یک رابطه خوبی هستم که طرف اینقدر دوستم داره که هیچ وقت به من خیانت نمیکنه با همدیگه بهترین زوجین بهترین اتفاقا برامون میفته من در رفاه مالی هستم هر اون چیزی که هست متضاد با شرایط الانتون اولین اتفاقی که میفته ذهن خداگاه شما یک دستور به ذهن ناخداگاهتون میفرسته که ببین این الگویی که داره تو زندگی این فرد اتفاق میفته توسط این شخص پذیرفته شده نیست پس پاکش بکن و حالا خیلیتون تجربه کردید که همیشه یک وقفه ای می میفته بین اون چیزی که شما میخواین توی زندگیتون اتفاق بیفته اون تصویرسازی که انجام میدید اون نوشتن اون تجسم کردن هر اون چیزی که هست تا زمانی که اون اتفاق واقعا توی زندگیتون بیفته همیشه یک وقفه ای هست اگر که خواستتون کوچیک هست ممکنه فردا به دستش بیارید ولی به میزان بزرگتر بودن اون خواسته مسلما وقفه ای که شما احساس میکنید اتفاق میفته بیشتره و چرا این اتفاق میفته یکی از مهمترین و قشنگترین تفاسیری که میتونم بهتون بدم که چرا این اتفاق میفته که اگر شما دارید یک دستور جدیدی رو به ذهن ناخودآگاهتون میدید ولی اون خواستتون همین امروز توی زندگیتون اتفاق نمیفته به این دلیل هست که ذهن خداگاه شما بارها و بارها میاد ازتون میپرسه که فکر میکنی همچین چیزی که میخوای درسته یا نه و ازتون داره میپرسه آیا مطمئنی که میخوای برنامه قبلی رو پاک بکنی یا نه برای اینکه تو سالیان سال هست با این برنامه داری زندگی میکنی این واکنشته این نوع احساسته مطمئنی که میخوای پاکش بکنی و برای چی بهتون میگم باید حال خوبی داشته باشید اگر میخواین خواسته ای رو به دست بیارید باید همیشه تو اون ارتعاش بالا باشید باید همیشه تو اون نقطه عالی حس و حال باشید و باید احساس بکنید که همین الان اون چیزی که میخواین رو توی زندگیتون دارید برای اینکه وقتی احساستون خوب هست زمانی که ذهن خداگاهتون داره ازتون میپرسه آیا واقعا میخواین برنامه رو پاک بکنی یا نه وقتی شما احساس خوبی دارید بهش میگید بله من الان توی این نقطه از ارتعاش توی این نقطه از فرکانس هستم بس ببین این چیزی که من میخوام به نفع منه و به محض اینکه شما حالتون بده به محض اینکه احساس میکنید که چقدر دنیا تیر و و من بخواستم نمیرسم و اگر تا الان اتفاق نیفتاده بعد از این هم اتفاق نمیفته دارید به ذهن خداگاهتون میگید ببین من نمیدونم من دوست دارم این برنامه رو پاک بکنم ولی نمیدونم آیا به نفعم هست یا نه و همون زمانی که احساس خوبی ندارید دارید این جمله رو به ذهن خداگاهتون میگید که نگه دارین فایل قبلی رو برای اینکه من نمیدونم باید پاکش بکنیم یا نه و از همه مهمتر وقتی دارید متضاد خواستتون رو به دست میارید این آخرین تلاش های ذهن ناخداگاه شما هست برای اینکه به شما بگه ببین برنامه قبلی خوبه ها بذار نگهش داریم پاکش نکن همون واکنش هایی که داشتی همون احساسی که داشتی همون عواطفی که داشتی همون اتفاقات قبلی رو بیا همون جوری که هست نگهش داریم تغییر همیشه با آشوب همراهه هیچ وقت نمیتونید یک تغییر توی زندگیتون داشته باشید و همه چی رو گل و بول بول همون جوری که بوده نگه دارید اون آشوبه به وجود میاد که هر اون چیزی که توی نه ناخداگاه شما هست رو پاکسازی بکنه همون مثالی که خیلیاتون توی سوشال میدیا دیدید یک لیوان پر از گل رو در نظر بگیرید که میبرنش زیر شیر آب و میخوان تمیز بکنن اون گل و لای رو به محض اینکه آب رو روش باز میکنن یک مقداری آب شفاف روی اون گلی که انباشته شده میاد ولی هر چقدر آب بیشتری باز بشه گلهای بیشتری بالا میاد بالا میاد تا اینکه تمام گلها خارج بشه و توی لیوان شما یک آب تمیز باقی بمونه دقیقا همین اتفاق میفته انقدر اتفاقات بد میفته و انقدر آشوب ایجاد میشه و شما وارد این چرخه میشید تا هر اون چیزی که توی ذهن ناخداگاهتون هست که متضاد با خواسته شما هست و اون چیزی که شما دوست ندارید داشته باشید بالا بیاد از لیوانتون خارج بشه و شما بتونید یک چیزی متفاوت با خواستتون رو تجربه بکنید حالا مهمترین چیزی که باعث میشه آدم های خیلی زیادی از این امتحانه موفق بیرون نیان و وارد اون چرخه تغییر و تحول نشن و روی خوش زندگی رو نبینن دقیقا همون لحظه ای هستش که وارد اون چرخه تغییر یا آشوبه میشن و به جای اینکه حال احوالشون رو خوب نگه دارن، اون پایان راه رو ببینن هدف رو ببینن اکثر رو ببینن وای به کلیشون ارتعاششون رو خوب نگه دارن، که چرا؟ که به زمیر خداگاهشون بگن که بله تو دستور رو به زمیر ناخداگاه من بفرست که اون فایل های قبلی و برنامه های قبلی رو پاک بکنه چون من دوستشون ندارم میان دقیقا برعکس این رو انجام میدن ناراحت میشن گریه میکنن میگن همه چی چرت و پرت؟ به زمین و زمان ناسزا میگن و خودشون رو تو اون وایب بد نگه میدارن و این یعنی من دارم خودم به زمین خداگاه هم میگم ببین من میخوام یه چیزی تو زندگی موض بشه ولی مطمئن نیستم که آیا دوست دارم اون فایل های قبلی رو پاک بکنم یا نه پس تو اونها رو همونجوری که هستن نگهشون دار و مهمترین نکته این هستش که ادامه بدید حتی زمانی که متضاد خواستتون رو میبینید حتی زمانی که وارد اون چرخه آشوب شدید وقتی همه چی داره خلاف خواسته شما پیش میره مهمترین نکته این هستش که یک زرهی بپوشید که نه ببینید نه بشنوید نه واکنش نشون بدید من اون قله رو میخوام اصلا برا مهم نیست الان وسط جهنمم اصلا برا مهم نیست که الان داره چه اتفاقی میفته من میدونم برای اینکه لیوان پر از گلم پاک بشه باید شیر آب رو برای نیم ساعت باز بذارم و این آب بیاد و هر اون چیزی که توی اون لیوان مونده رو بشوره و ببره و من در دقایق ابتدایی فقط قراره گل به دست بیارم پس حال خوب داشتن و نگه داشتن اون وایب خوب و شرایط خوب و حس خوب یکی از مهمترین چیزهایی که هر چقدر هم که سخت هست باید یک زره آهنی تنتون بکنید و بگید ببین من به خودم قول دادم حالم رو خوب نگه دارم اصلا برای مهم نیست چه اتفاقی داره میفته اصلا برای مهم نیست که اگه میخوام کار بهتری داشته باشم الان بیکارم الان من نتیجه افکار و احساساتی که من قبلا داشتم و شده الان من پس اگر من فردای متفاوتی میخوام باید الان حال خوبی داشته باشم در کردن اینکه اون چیزی که الان دارید از گذشته اومده بهتون خیلی کمک میکنه که الان رو درست بکنید که فردایی که میسازید بهتر باشه و تنها رابط شما بین خواسته اصلیتون و اون چیزی که متضاد هست و دارید به دست میارید احساساتتون هست برای اینکه اول ویدیو بهتون گفتم وقتی که احساس خوبی دارید دارید به ذهن خداگاهتون میگید که پاکش بکن برای اینکه انتهای مسیر اون چیزی که من میخوام بهش برسم اینه برای همین من الان حال خوبی دارم اصلا برای مهم نیست کجا ولی به محض اینکه حال بدر رو دارید دارید به ذهنتون میگید که ببین من میخوام یه جای دیگه برسم من میخوام یه چیزی متفاوت با خواستم رو به دست بیارم ولی نمیدونم خوبه یا نه پس داشتن اون احساس بد داشتن اون وایب بد شک کردن حال بد داشتن تنها رابط شماست با چیزهای متضادی که دارید تو این دنیا به دست میارید پس اگر میخواید اونو تغییر بدید باید این حالی که دارید رو تغییر بدید حالا اینجا براتون یک لیست هفتایی آماده کردم که چطوری میتونید زمیر ناخداگاهتون رو برنامه ریزی بکنید وقتی که وارد این چرخه تضاد میشید باید چه کاری انجام بدید قبلش میخوام بهتون بگم که وبسایت ما بالاخره آماده شده سعی میکنم اینجا توی دیسکریپشن براتون بذارم آدرس وبسایت این بالا اگر شد هروری براتون میذارم. یا اگر که توی صفحه اینستاگرام برید تو قسمت بایو اونجایی که لینک ها هست آخریش آدرس وبسایت ما هست حتما بهش سر بزنید برای اینکه چیزهای خیلی خوب و متفاوتی قرار از این به بعد توش براتون بذارم ولی خوب هست که یک بار هم که شده برید بهش سر بزنید آدرس رو بدونید برای اینکه از این به بعد خیلی برنامه های شاید بشه گفت خوبی رو براتون در نظر دیدیم پس چه کاری باید انجام بدیم اولین مرحله این هستش که شما یک هدفی دارید یک خواسته ای دارید مرحله دوم وقتی اون خواسته ها رو دارید میخواید اون خواسته ها رو به عنوان یک مهر جدیدی روی زمیر ناخداگاهتون بزنید برای اینکه زمیر ناخداگاه شما اون چیزی هست که باعث میشه تجربیات جدید یا خواسته های جدید وارد زندگیتون بشه مرحله سوم اتفاقی که میفته شما این رو تجربه میکنید که توی این دنیای سبودی الان توی زمان حال اون چیزی که میخواین رو تجربهش نمیکنید مرحله چهارم اتفاقی که میفته این هستش که شما نه تنها اون چیزی که میخواین رو تجربه نمیکنید بلکه متضاد اون رو توی زندگیتون میبینید و تجربهش میکنید و این دقیقا همون زمانی هستش که زمیر ناخداگاه شما در از شما میپرسه آیا مطمئنی که میخوای برنامه قبلی و فایل قبلی رو پاک بکنی یا نه؟ مرحله پنجم شما انقدر از نظر روحی منتالی قوی میشید که میگید ببین من اون عکس نهایی رو دیدم هدف من اون هست جایی که میخوام برم اون هست مقصد من اون هست پس من برام هیچ اهمیتی نداره الان کجای این دنیام چه احساساتی رو دارم تجربه میکنم با چه آدمهایی دارم سر و کله میزنم دور و اطرافم کیان خونم کجاست حساب بانکیم چقدر توش پوله من قرار هست حال خودم رو خوب نگه دارم بدون توجه به اینکه اطراف هم داره چه اتفاقی میفته و مرحله ششم اتفاقی که میفته این هستش که اون طوفانی که آشوب به همراه داشته براتون رد میشه و بعد از اینکه طوفان رد شد زمیر ناخداگاه شما با برنامه جدیدی برنامه ریزی میشه و این برنامه جدید به حال زندگی شما تبدیل میشه و انقدر نرمال میشه براتون شرایطی که به وجود میاد که اصلا فکر نمی یک زمانی من داشتم متضاد اون رو تجربه میکردم پس الان میدونید که ما چرا متضاد خواسته هامون رو توی زندگیمون جذب میکنیم و از همه مهمتر میدونید که چطوری میتونید جلوی این چرخه تضاد رو بگیرید و اجازه بدید آشوبه رد بشه و میدونید مهمترین کاری که بعد انجام بدید چه کاری است پس وقتی که تضاد توی زندگیتون تجربه کردید یا دقیقا متضاد خواسته هاتون رو جذب کردید الان شمایی که این ویدیو رو دیدید بهتر از هر کسی میدونید که باید چی کار کنید